سلام، وقت بخیر. من امیر منصور هستم. موضوع ویرچو سیگنالینگ یا فضیلت فروشی که توی پوستر این ویدیو دیدین و البته در دو قسمت براتون تهیه میکنم، موضوع یه کمی مناقشه برانگیز و حساسیت زایی میتونه باشه. شاید اگر کسی بخواد به قول حافظ جریده بره و دچار بحثای حاشیه‌ای نشه، بهتر باشه که از یه همچین موضوعی در واقع فعلا تفره بره و واردش نشه. اما من به سه دلیل عمده تصمیم گرفتم راجع به این موضوع صحبت کنم. دلیل اول در خصوص اولا خود مفهوم ویرچو سیگنالینگ. به نظر میرسه اولین بار در سال 2015 یه آقای به اسم جیمز بارتولومیو این عنوان رو، این فریز رو در واقع کوین کرد یا خلق کرد به عنوان ویرچو سیگنالینگ و خودش ادعا میکنه که نفر اول. اما بعد از اینکه این کارو کرد، یک انفجاری از مطلب و مقاله و پادکست و مناظره تو فضای انگلیسی زبان شکل گرفت. راجع بهش بحث‌های مختلفی شکل گرفت و خیلی خیلی جا افتاد و کتاب‌های متعددی نوشته شد. اما در فضای فارسی زبان متأسفانه جز یک دو تا ترجمه خیلی مختصر از کتاب‌هایی که حالا بعضن به این به طور حاشیه‌ای پرداختن چیز دیگه‌ای طرح نشده. حداقل من ندیدم. و من فکر می‌کنم و امیدوارم که این ویدیو کمک کنه که یه فتح بابی باشه که توی فضای فارسی هم این بحث بیشتر شنیده بشه و راجع بهش بیشتر صحبت بشه. دلیل دومی که دارم براش اینه که به طور کلی یک موضوع پیچیده و غامض و چندبعدیه. و هر موضوعی هم که پیچیده باشه به این شکل، خب به هر حال فکر کردن راجع بهش کمک میکنه که ما شکلای دیگه‌ای از روابط تو عالم رو هم ببینیم و عالم رو پیچیده‌تر ببینیم، همونطوری که واقعا هست. دیگه همه چیز مطلقاً سفید یا سیاه نیست و یک ملغمه‌ای از هر دو در کنار هم داره زیست میکنه. و در نهایت دلیل سوم، دلیلیه که من به غلط یا به درست این قضاوت رو دارم که خودم که قطعاً، ولی به احتمال حالا قابل توجهی، بینندگان این ویدیو هم شاید در معرض ویرچو سیگنالینگ یا فضیلت فروشی باشند. به این ترتیب شاید دیدن این قسمت و قسمت بعدی کمک کنه که یک کمی آدم شکل روابطش رو بتونه اصلاح کنه و درست‌تر عمل کنه. شاید. من برای اینکه بخوام وارد تعریفش بشم و موضوع رو بشکافم، اول میخوام از چند تا مثال استفاده کنم. با 4 تا مثال در واقع قدم به قدم شما رو همراه خودم می‌کنم تا به شروع بحث وارد بشید. مثال اول، من چند سال پیش توی توییتر یه همچین مطلبی خوندم. یادم نیست یه دونه توییت بود یا یک رشته توییت بود، ولی من شرط می‌بندم که شماها هم با همچین چیزایی برخورد کردین توی فضای مجازی. طرف نوشته بود که من از این فضای مجازی خستم، بریدم، دیگه از اینترنت و موبایل و توییتر و اینستاگرام حالم به هم می‌خوره. دلم می‌خواد همه‌شو خاموش کنم، بزنم به کوه و دشت. خیلی عالی. به نظر می‌رسه که خیلی خیلی حرف درستیه. بالاخره این فضای مجازی علی‌رغم همه نقاط مثبتی که داشته، یک فضای بعضن زرد و تندی هم ایجاد کرده که آدم ازش خسته میشه. اما سوالی که پیش میاد اینه که شما که از این فضای مجازی خسته شدی، این خستگی تو چرا خودش تو فضای مجازی مینویسی؟ اگه من از این مداد خسته شده باشم، یادم میذارم زنی. دیگه از این مداد استفاده نمیکنم. اگه من از فضای مجازی خسته شدم، خب خود عمل من میشه واکنش من. خاموشش میکنم و میذارم کنار. نه اینکه خود همون رو هم بیام تو فضای مجازی بنویسم. مثلا میشه حداقل رگه‌هایی از چیز دیگه‌ای هم دیده میشه تو این توییت. مثال دوم و سوم رو از شخصیت‌های عمومی می‌زنم، از پابلیک فیگر، و چون خودشون منتشر کردن، من برای این اسم بردن ازشون هم مشکلی نیست. مثال دوم در خصوص آقای مارک زاکربرگ، رئیس شرکت فیسبوک، شرکت موزنی که چندی محصول داره، تقریبا روزی از ما نیست که شب بشه با زاکربرگ یک کاری ما نداشته باشه. چند سال پیش که استاد بچه‌ش به دنیا اومد و می‌خواست بعد از مرخصی برگرده سر کار، که حالا اینم باز با مزه است، کی به کی مرخصی داده؟ حالا ایشون مرخصیش تموم شده و میخواد برگرده سر کار، یه عکسی منتشر کرد تو فیسبوک خودش که دوشنبه من دارم برمیگردم سر کار و نمیدونم چی بپوشم. این نمیدونم چی بپوشم از جنس نمیدونم چی بپوشم دست راستی نیست، مثلا ترامپی نیست. مثلا ترامپ اگه بگه نمیدونم چی لباس بپوشم، به خاطر اینکه شاید قد خونه من فقط کمد لباسش و نمیدونه چی بپوشه. ولی زاکربرگ داره یه چیز دیگه میگه. زاکربرگ خب لباس پوشیدنش ساده است، ساده پوشه. داره میگه که من نمیدونم چی بپوشم، چون تو این عکس هم تو که دارید میبینید لباسام همه عین هم، بنابراین من نمیدونم چی بپوشم. خیلی عالی. زاکربرگ داره در واقع روی یک فضیلت خیلی خوب انسانی تاکید میکنه که نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خیلی عالی. اما باز یه تناقضی وجود داره. اگه من به لباس خودم اهمیت نمیدم و لباس موضوع مهمی نیست برام، این مهم نبودنش هم نباید برام مهم باشه. نه اینکه بیام دوربین بذارم عکس بگیرم تو فیسبوک منتشر کنم که مردم ببینین که من لباس پوشیدنم برای مهم نیست. یعنی برای طرف مهمه که بقیه بدونن و بفهمن که این برایش لباس پوشیدنش مهم نیست. توجه تناقض میشی؟ به نظر میرسه دوباره یه رگه هایی حداقل از تناقض، اگه اسم دیگه ای بخوام به کار ببرم، وجود داره.
مثال سوم مرحوم استیو جابز. چند سال قبل از اینکه فوت کنه یه عکسی منتشر کرد که الان دیگه عکس خیلی خیلی معروفیه. البته این عکس هم موقع خیلی سر صدا کرد به عنوان استیو جابز مینیمال هاوس، همچین چیزی که تو این استاد نشسته توی اتاق تقریبا خالی در میان یک سری وسایل بسیار ساده و مینیمال. بعدا روشن شد که این وسایل همچین مینیمال هم نیست، اتفاقا خیلی هم ماکسیماله. مثلا اون آباژوره معلوم شد که از یک جای آنچنانی خریده شده و قیمتش هم سر به فلک میزنه. در واقع از نظر هندسی و شکل و چیدمان مینیمال هست، ولی از نظر ماهیت و محتوا و ارزش اصلا مینیمال نیست. در مورد این عکس کتابهایی نوشته شد در مورد این شکل مینیمالیسم، این شکل مینیمالیسمی که اصلا وفادار نیست به در واقع مفهوم مینیمالیسم، اتفاقا ماکسیماله. همونطور که گفتم چندین کتاب نوشته شده که اگر فرصت شد در خصوصش حالا صحبت میکنم. اما حالا فرض کنیم که اصلا وسایل استیو جابز همه خیلی مینیمال و خیلی ساده و حتی ارزان قیمت باشه، باز سوال زاکربرگ اینجا تکرار میشه. جابز داره میگه که من به مال دنیا و وسایل دنیا اهمیت نمیدم، ولی یه دوربین گذاشته اونجا و با ستینگ آنچنانی و نورپردازی آنچنانی عکس گرفته و داره میگه که مردم ببینین که من به مال دنیا اهمیت نمیدم. یعنی براش اهمیت داره که دیگران بدونن که به مال دنیا اهمیت نمیده. یعنی این بازم به نظر میسه ترکیب حداقل متناقضی. مثال چهارم، مثال چهارم یه مثال ذهنی میزنم، یه تات اکسپریانس میزنم که دیگه قضیه رو کامل بشکافم و در واقع برسیم به شروع تعریف مثلا. فرض کنید که یک پیرمردی در همسایگی من زندگی میکنه که تنهاست و بیمار و زن و بچه‌ش هم نیستن. منم تصمیم گرفتم که بهش کمک کنم، بهش سرکشی کنم، برم تمیزش کنم، غذا بهش بدم، تیمارداری کنم، داروهاشو بهش بدم و غیره. سوال اینه که آیا این یک فضیلته؟ آیا یک کار خوب انسانیه؟ به نظر میرسه کسی شک نداره تو این موضوع که یک کار انسانیه و یک عمل فضیلتمندانه اتفاق افتاده. بسیار. حالا در ادامه فرض کنید که این پیرمرد که حالا دیگه عمری ازش گذشته و خیلی هم از دنیا خبر نداره و اصلا نمیدونه اینترنت چیه و اینها، من که میرم خونهشون با خودم دوربین میبرم، عکس میگیرم، فیلم میگیرم، تو اینترنت و اینستاگرام و فیسبوک خودم منتشر میکنم و تو این دور زمانی که مردم دیگه به حرفا و کارهای احمقانه میخندن و فالو میکنن، خب بالاخره معلومه که عده خیلی زیادی علاقمند شدن به این کارو و کارهای منو فالو میکنن، لایک میگیرن، فالوور میگیرن و این برام یک آورده ای داره. آورده از این نظر که تعداد خیلی زیادی منو دنبال میکنن، حتی به شکل اکستریمش. فرض کنید که اصلا من تبلیغ میگیرم، وقتی که این همه فالوور دارم تبلیغ میگیرم، یه پولی هم در میاریم. حالا سوال تکرار میکنم، آیا اون کاری که من میکردم فضیلته؟ یا آیا با این شرایط آیا چیزی از اون فضیلت باقی مونده؟ از هم میرسه دیگه چیزی از اون فضیلت باقی نمونده، یا حداقل به شدت دچار خدشه شده. با این چهار سال میخوام وارد تعریف ویرچو سیگنالینگ و فضیلت فروشی بشن. به نظر میرسه اولین بار کسی که خیلی روشن به فضیلت فروشی اشاره مستقیم کرده کانت بوده. کانت میگه فضیلت وقتی فضیلته که توش اینترستی نباشه، توش منافعی نباشه. به نظر میرسه حرف خیلی ساده ای، ولی واقعیتش اینه که این حرف خیلی سهمگین و بزرگیه، حرف بسیار دشواریه حتی برای درک کردن و حذف کردنش. ما به سختی میتونیم یه فضیلتی رو تصور کنیم تو دنیای امروز که اون فضیلت برای ما منافعی نداشته باشه. همون چهار مثالی که زدم، کسی که میاد توی توییتر میگه من از فضای مجازی خسته شدم میخوام برم کوه، خب این فضیلتی رو داره داد میزنه، فضیلت اهمیت به طبیعت و خسته بودن از این فضای درد مجازی، ولی این فضیلت براش آورده داره، تایید داره، به به چقدر لایکش میکنن و غیره. و این چرا اصلا باید تو فضای مجازی مطرح بشه؟ در مورد زاکربرگ، در مورد استیو جابز هزاران خط کامنت و تحسین و آفرین و لایک و غیره نوشته شد براشون که بله این استادی که حالا این شرکت آنچنانی رو با این تبعات و این هزینه ها داره اداره میکنه، ببینید چه آدم بزرگیه. به نظر میاد طبق تعریف کانت وقتی که از این فضای فضیلت ساده پوشی یا ساده زیستی آورده ای داره نصیب میشه، دیگه جایی برای فضیلت نمیمونه. در مورد مثال چهارم که من اون پیرمرده بود که دیگه فکر کنم شما هم همراه بودین با من که با تعریف کانت تو فضیلت نبودنش همخوانه. این مقدمه نسبتا طولانی لازم بود تا من وارد بحث اصلی بشم. من برای اینکه این موضوع رو در واقع کاور کنم از دو تا منبع استفاده میکنم، دو تا منبع از دو تا نویسنده که با دو رویکرد کاملا مختلف راجع به فضیلت فروشی صحبت کردن. یکی رویکرد اخلاقی اجتماعیه و یکی دیگه رویکرد بیولوژیکه که امیدوارم بتونم توی این دو تا ویدیویی که براتون تولید میکنم بهتون ارائه کنم. توی ویدیوی دوم در پایان اون یک مؤخره میذارم که همونطور گفتم راجع به بحث‌های دیگه ویرچوال سیگنالینگ هم اونجا تکمیلی خدمتتون عرض میکنم. نسیم نیکولاس طالب نویسنده معروف در سال 2017 کتابی نوشت به اسم Skin in the Game.
این کتاب همون سالم هم که در اومد کتاب مناقشه برانگیز و کتاب خیلی داغ بود، خیلی بحثای زیادی رو برانگیخت. کتاب طالب خودش در واقع اگه به فهرستش مراجعه کنید نیامده مثل کتابای دیگه به شکل عادی تقسیم بندی کنه. کتاب رو به 8 تا کتابچه تقسیم کرد، بوک 1 تا بوک 8، و در بین اونها چندین چپتر تعریف کرد. در واقع خود طالب داره با این حرف میگه که کتاب من یک کتاب نیست، چندین کتاب، و واقعا هم میشه یکی از این کتابچه ها رو باز کرد و به طور مستقل خوند. از این منظر خیلی دشواره که این کتاب رو بشه مثلا توی یک ارائه 2-3 ساعته طرح کرد. نمیشه کتاب رو کاور کرد به خاطر که بحثایی که توش تعریف میکنه خیلی مفصل و خیلی زیاد. منم برای این موضوع ویرچو سیگنالینگ فضیلت فروشی فقط با یکی از چپترهای کتاب، یکی از بخشهای کتاب کار دارم، بوک 6 چپتر 13 فصل 13 با عنوان The Merchandising of Virtue یا تجارت کردن با فضیلت. خود عنوان فصلم این مقدار عجیبه، چجوری میشه با فضیلت تجارت کرد؟ طالب فصل رو با خانم سوزان سانتاک شروع کنه. سوزان سانتاک رو فکر کنم اکثرا میشناسن، نویسنده معروف، منتقد هنری، فیلسوف و متفکر آمریکایی که خیلی کتابای جالبی نوشته و مطالب خیلی زیادی تولید کرده. طالب رسته رو تعریف میکنه، مربوط به زمانی میشه که اولین کتابش منتشر شده بود به اسم Fooled by Randomness. من از این کتاب توی یکی از ویدیوهای قبلیم به طور گذرا استفاده کردم. کتاب خیلی خوندنی و جالبیه و شاید بعداً اگه فرصتی شد راجع بهش بتونم ویدیویی تولید کنم. طالب میگه که کتاب من تازه در اومده بود و من دعوت شده بود که توی ایستگاه رادیویی برم راجع به موضوع صحبت کنم. دست بر قضا خانم سوزان سانتاک هم اونجا بود. بالاخره آدم معروف و شخصیت برجسته ای، اونم احتمالاً حالا یک مصاحبه، یک برنامه، یک چیزی داشت. میگه من ابراز علاقه کردم، به همراهانشون گفتم که میخوام با سانتاک صحبت کنم. و ایشون هم سوال کرده بود که شما اصلا برای چی اینجا دعوت شدی؟ بهش گفته بودن که فلانی در خصوص رندومنس و امور تصادفی کار کرده. موضوع خیلی جالبیه. سوزان سانتاگ هم قبول کرد که در واقع با هم دیگه یه گپی بزنیم. وقتی که رفتم پیشش از من سوال کرد که محل ارتزاق تو کجاست؟ یعنی از کجا پول در آوردی؟ از کجا داری پول در میاری؟ و من بهش گفتم که من تو بازار سهام معاملات سهام می‌کردم، کار ترید و این کارا می‌کردم و از اون یه پول خوبی در واقع درآوردم. این حرفیه که به درستی و واقعیت طالب میگه در اصل اول کارش این بوده، بعداً روی میاره به فضای روشنفکری و نویسندگی و کارهای حالا تقریبا فلسفی که انجام داده. یه وقتی این حرف رو زدم سوزان سانتاک برگشت گفتش که من از مارکت متنفرم و هر کسی هم به شکلی از فضای مارکت ارتزاق کرده و پول درآورده باهاش حرفی ندارم که بزنم، و خلاصه ما رو ول کرد و رفت. در واقع نسیم طالب میگه که حتی حاضر نشد که با من وارد صحبت بشه، یعنی اینقدر این برخورد ایدئولوژیکی با مارکت داشت که خب موضوع به شکلی هم در خور توجهی. نسیم طالب که توی پرش خورده بوده به قولی میگه من خانم سانتاگ رو دنبال میکردم، بعد از اون آخر کاراش رو پیگیری میکردم. در کمال تعجب دیدم که در خصوص بعضی از کتاباش با بعضی از ناشرینش دچار مشکل شده. سر یک قرون دوزار و چند هزار دلار کارشون به شکایت و شکایت کشیده و دارن مهمی دادگاه میرن و میان و از این حرفا. و من فکر میکردم که چطور میشه یه همچین آدمی که اینقدر از مارکت بیزار بود و اصلا دوری میکرد خودش درگیر این فضا هست. گذشت تا اینکه کتابای دیگه از نسیم طالب در اومد. کتاب بلک سوان چاپ شد که برای خودش انقلابی بود و دیگه اسم طالب دیگه حالا سر زبان ها افتاده بود، دیگه برای خودش یه قولی شده بود تو ابعاد اندازه های سوزان سانتاگ. در نهایت مقرر میشه که این دوتا همدیگر رو توی خونه سوزان سانتاگ ببینن، حالا یک جلسه، یه صحبت حالا روشن فکری با همدیگه داشته باشن. میگه من رفتم و دیدم که سوزان سانتاگ توی یک آپارتمان 28 میلیون دلاری توی نیویورک زندگی میکنه. میگه اگه یکی از من میپرسید که سوزان سانتاگ کجا زندگی میکنه، با اون چیزی که من دیده بودم و اون برخوردی که به من کرده بود میگفتم این احتمالا توی کپری یا یه مثلا غاری تو افغانستان داره زندگی میکنه. یعنی اینقدر از فضای مارکت متنفر، ولی خودش داره توی همچین جای زندگی. اینجاست که طالب دیگه شمشیر رو از رو می‌بنده، حمله می‌کنه به خانم سانتاگ. البته میگه من 10 سال صبر کردم که از فوت مرحوم بگذره به خاطر احترامش، ولی حالا دیگه میگم یه این غیر اخلاقیه که شما راجع به مارکت یک نظری اعلام کنی ولی خودت طبق اون نظر خودت زندگی نکنی. یعنی خودت حاضر نباشی که عواقب اون نظر خودت رو بپردازی و فقط اونو به عنوان بیان، به عنوان نمود بیرونی عنوان کنی. حمله که طالب می‌کنه به سانتاگ حمله بی‌رحمانه و در نوع خودش جالبه. توی این ماجرایی که در واقع طالب روایت میکنه در خصوص خانم سوزان سانتاگ و همونطور اون 4 تا مثالی که من براتون دادم برای مقدمه یه بحث، تو همش نخ تسبیحش در واقع یه جور تقابل بین امر خصوصی و امر عمومیه، بین شکلی از زیستن درونی و فردی و خودمونی ماست و اون چیزی که در بیرون نشون میدیم و به دیگران در واقع نمایش میدیم.
این تقابله که محل سواله. توی این قسمت از کتاب طالب به هیلاری کلینتون حمله میکنه. من یه پرانتز اینجا باز میکنم راجع به یک موضوعی هم صحبت کنم که توی کتاب نیست. شما هولوش سال 2017 باشه و به هیلاری کلینتون حمله کنی، احتمالاً میشه شما رو کست کرد، میشه شما رو در قالب یه گروه خاص دید و اون گروه محافظه‌کار و راستگرا است. ولی طالب به نظر من، برداشتی که من دارم، اینطوری نیست. یه مصاحبه می‌دیدم از آقای جفری میلر. جفری میلر رو توی قسمت دوم همین مجموعه بهتون معرفی می‌کنم. یه حرف خیلی بامزه می‌زد. می‌گفتش که من لذت می‌برم از این که وقتی یه امر جدیدی اتفاق می‌افته، یک اتفاق جدید اجتماعی پیش میاد، دوستان و اطرافیان من نمیتونن حدس بزنن که نظر من راجع به اون اتفاق چیه. و از من سوال می‌کنن نظر چیه؟ یعنی چی؟ یعنی بر اساس نظرات قبلی من نمیتونن پیش بینی کنن که من حتما یه نظر خاص داشته باشم. منو نمیتونن توی یک گروه خاص قالب بندی کنن که این لیبراله یا محافظه‌کار یا حالا هر چی. من در مورد هر موضوعی مستقل راجع به اون موضوع فکر می‌کنم. به نظر من طالب هم یه همچین حالتی داره. یعنی بعضی وقتا حرفایی زده که به نظر میرسه بوی شدیداً محافظه‌کارانه میده. بعضی وقتا حرفایی زده از طیف لیبرال و چپ، و حتی اگه به قول قدیمی‌ها شنیده باشین میگن یه سور زده رو سورشون، یعنی از طیف چپ به چپ حمله میکنه. و حملهش بیشتر هولوش این موضوعه که شما صادق نیستین تو حرفایی که دارین میزنین و واقعا این کاری که دارین میکنین کار درستی نیست. اینجور انتقاد کردن به چپ ها و لیبرال ها البته فقط محدود به طالب نمیشه، کسای دیگه هم هستن که همچین کاری کردن. مثلا اگنس دیتن تو کتاب Death of Despair که خیلی کتاب جالبیه همچین موضعی داره، یا مایکل سندل تو آخرین کتابش The Tyranny of Meritocracy اون هم همچین روی کردی داره. هر دو نفر به طیف لیبرال تعلق دارن ولی به گروه لیبرال حمله میکنن چون اونها رو صادق نمیدونن در قول و فعلشون. بگذاریم، من پرانتز که طولانی شدم میبندم، ببخشید. طالب تو این قسمت از کتاب به خانم هیلاری کلینتون حمله میکنه با این مضمون که برمیگرده به یک سمیناری که برگزار کردن حالا به سردمداری خانم کلینتون در خصوص مبارزه با فقر. و روایت طالب به این شکله، میگه از خونه های آنچنانی، با ماشین های آنچنانی، با لباس و سر و وضع و زیورالات آنچنانی اومدن اونجا، تاکیدم میکنه با پاورپوینت و گراف دارن راجع به فقر صحبت میکنن و خیلی هم ناراحتن، خیلی هم جزع و فزر میکنن که بله این نابرابری الو بلو خیلی واقعا وضعیت بدجوره و ایناست. ولی میگه جواب یه سوال رو ندارن بدن و اون اینه که شمایی که اینقدر راجع به فقر ناراحتی و ابراز ناراحتی میکنی، خب یه مقدار از پولاتو بده به فقیران، یه مقدار از سرمایه‌تو واگذار کن به اونها تا مشکل فقر کمتر بشه دیگه. من این کارو نمی‌کنم. یه شبیه این مثالو در خصوص دانشجوهایی میزنه که تو دانشگاه‌های برتر آمریکا دارن تحصیل میکنن. الان دیگه این از هر منش شمس شده که دانشجوهایی که تو برترین دانشگاه‌های آمریکا تحصیل میکنن، درصد بسیار بالاشون از خانواده‌های پریویلیجد و برخوردارن، از دهک‌های بسیار بالای جامعه که تونستن وارد اون دانشگاه بشن. بعد خود اون دانشجوها میان اعتراض میکنن و بر در واقع فریاد و فغان که بله این نابرابری درست نیست. و حرف طالب همینه، البته نقل قول از کسی دیگه، که خب آقا شما اگه اینقدر ناراحتی از این موضوع، خب جاتو بده به یکی دیگه، پاشو برو بیرون دانشگاه، یکی دیگه بیاد اینجا بشینه جات. این کاری که نمی‌کنه. اینجاست که یه واژه خیلی جالبی طالب به کار می‌بره که برای من خیلی بدی و جدید سوال شده، برای خود من پیش اومده، من خودم هم این حرفو زدم که مثلا من یه حرفی رو می‌زنم، مثلا میگم فلان موضوع باید فلان شکلی باشه، ولی در زندگی شخصی اونجوری عمل نمی‌کنم. بعد من میگم که شما منو بکن، زندگی شخصی من کاری نداشته باش، اون حرفی که میزنم مهمه، اون نمایش بیرونی مهمه. طالب میگه نه اینطوری نیست، اگه من تو خونه چند میلیون دلاری زندگی میکنم و شکل زندگی من اینجوریه که اصلا برام فقیرا مهم نیستن و حاضر نیستم قسمت عمده ای از ثروتمو به فقیرا ببخشم، ولی در عمل در عموم در پابلیک میام حرف میزنم که بله باید به فقیرا کمک کنیم، سمینار برگزار کنیم و غیره، میگه وقتی اینا تناقض داره تو نمیتونی بگی زندگی منو ولش کن، حرف منو بچسب. میگه نه، این چیزی که کنسل میشه زندگی تو نیست، این چیزی که میره هوا زندگی تو نیست، اون چیزی که میره هوا اون ادا و اطوار و قیافه‌ای که در عموم داری میگیری. یعنی اگر مثلا هیلاری کلینتون نمیتونه همچین کاری بکنه و همچین کاری نکرده، اون چیزی که کنسل میشه اون جست بیرون میشه. حالا طرف میتونه بیاد بگه که بله من در زندگی شخصی مثلا به فقرا اهمیت نمیدم و بله من خیلی هم ثروتمندم و پول دارم و اینا، اصلا برام مهم نیستن فقیرا. ولی میتونه همچین کاری بکنه؟ نمیتونه که این کارو بکنه چون هزینه بالایی داره براش. برعکس میاد در فضای عمومی راجع به کمک کردن به فقیرها جلسات آنچنانی برگزار میکنه چون براش آورده داره. در واقع داره با این فضیلت کمک کردن به فقرا تجارت میکنه. یادآور حرف کانت که یک فضیلتیه که برای طرف آورده داره. هتل. ما هممون تو هتل‌ها با یه همچین علائمی مواجه شدیم. داستانم از این قراره که میگه که
شمایی که مسافر عزیز تو این اتاق هستی، حالا 3 روز 4 روز مهمون مایی، اگه حولت کثیف نشده حالا دیگه هر دفعه نندازش کف بان که ما بخوایم ببریم بشوریم و بعدریم بیاریم. حرف درستی هم داری میزنی دیگه، بالاخره ما هم تو خونه هامون وقتی حمام میکنیم استحمام میکنیم یه هر دفعه که هلاهامون که نمیشوریم که، بعد از چند بار که استحمام میکنیم هلاها رو میشوریم. مدیر هتل هم داره همینو میگه، ولی داره با یه قالب دیگه میگه، گذاشتتش تحت عنوان environment، نجات زمین، مبارزه با آلودگی. حالا میگه این آدم هم داره تجارت میکنه، داره حرف از یک فضیلتی میزنه، فضیلت مبارزه با آلودگی های زیست محیطی. باریکلا، خیلی هم خوب. ولی شما که از فضیلت داری حرف میزنی، آیا حاضری برای این فضیلت هزینه ای بدی؟ یا اینکه نه، این کارتی که گذاشتی اونجا و این درخواستی که از مسافرها داری میکنی شکلی از سرمایه گذاریه. در واقع داری یه کاری میکنی که یه پول نصیبت بشه یا تو هزینه هات یه صرفه جویی بشه. این رو هم طالب از جنس تجارت کردن با فضیلت میده. میگه اگه شما میخوای واقعا به این فضیلت پایبند بشی، باید حاضر باشی براش هزینه بدی و چیزی رو قربانی کنی، نه اینکه منفعتی کسب کنی. باز هم یادآور حرف کانت. دو تا سوال رو طالب طرح میکنه که سوال خیلی جالبی. میگه که شما از این دو تا حالت کدوم رو میپسندی؟ حالت اول این که شما بهترین همسر دنیا باشی برای همسرت، ولی همه فکر کنن که بدترین. حالت بعدی اینه که شما بدترین همسر دنیا باشی، ولی همه فکر کنن که بهترین. کدوم یکی از اینا برات مطلوب تره؟ باز هم میبینیم، باز هم تقابل بین امر خصوصی و امر عمومیه، اون چیزی که هستیم و اون چیزی که دیده میشیم. طالب به دو تا واژه لاتین اشاره میکنه که بارها توی متون لاتین تکرار شده. واژه اول هست اسه کوام ویدر. این اسه به فعل اسره ایتالیایی ختم میشه به معنی تو بی یا بودن، و ویدری به فعل ودره ایتالیایی ختم میشه به معنی دیدن. در واقع وقتی میگن اسه کوام ویدر یعنی بیشتر باش تا دیده بشی. بودنت مهمه تا اون چیزی که نمود داری. ما تو فارسی میگیم به اندازه بود باید نمود. حالا تو این واژه لاتینی که فرق داره، میگه بودنت باید جلوتر از دیدن، دیده شدنت باشه، از نمودت باشه. باید بیشتر باشی تا دیده بشی. حالا میگه این واژه رو اومدن چپش کردن، برعکسش کردن. کردنش ویدئری کوامسه. یعنی بهتره که بیشتر دیده بشی. کسی هم که خدای این کارا بود، ماکیاولی بود دیگه. ماکیاولی نویسنده قدیمی ایتالیایی تو کتابی که داره به اسم پرینس، یه سری در واقع دستورالعمل رو به شهریار یا پرینس ارائه میکنه که بعضیش خوندنش خیلی جالب و خیلی عصبانی کننده است. یکیش همینه که میگه ویدری کوام اسه، یعنی سعی کن از اون چیزی که هستی گنده تر دیده بشی. و این چیزیه که طالب در واقع داره حمله میکنه بهش، ولی خب به نظر میرسه خیلی از ما اتفاقا تو زندگی اینجوری عمل میکنیم. وقتی امپراتوری روم دین مسیحیت رو قبول کرد، یک دفعه کلیسا و پاپ و تشکیلاتشون به قله قدرت صعود کردن. یعنی اونها خودشون صاحب قدرت شدن، در حالی که قبلا یک فضای جانبی داشتن و جای دیگه حضور داشتن. یه چیزی هم شکل گرفت به اسم سیمونی. سیمونی اگه بخوام توصیف کنم براتون با یک مثال میگم. فرض کنید که من در اون دوران یک گناهی میکردم، بعد به کلیسا مراجعه میکردم، به اندازه عظمت اون گناهی که کرده بودم مثلا 5 سکه طلا یا 10 سکه طلا میدادم و کلیسا گناه منو میبخشید. در واقع غفران الهی رو به من هدیه میکرد. یا یه شکل دیگه‌اش که بازم گونه متداول بود این بود که من یه پولی میدادم و یه خونه، یه ویلا، یه باغ، چیزی تو بهشت برای من می‌خریدن. در واقع کلیسا این کارو می‌کرد. سوال به اینا میگه فری مانی. فری مانی یعنی این که هیچی رو فروختم، یعنی من از هیچی پول در میارم. فرض کنید که من به شما بگم که من هوا رو به شما می‌فروشم اینقدر دلار. خب من مگه برای این هوا هزینه‌ای دادم؟ اصلا مگه مال منه؟ میگه شبیه این کارو تو کلیسا می‌کردن اون موقع که من گناه‌های شما رو می‌بخشم. حالا شما مگه هزینه‌ای می‌دی برای این بخشیدن گناهان من؟ اصلا مگه از جیبت داری هزینه‌ای می‌کنی؟ نه، هیچ چی رو داری می‌بخشی. یک بخشیدن گناه‌های من باشه. طالب میگه به نظر میاد دوران این چیزا تموم شده، ولی نه، تموم نشده. و هنوزم ادامه داره، در روزگار ما ادامه داره. باز با گوشه چشمی به همون داستان خانم هیلاری کلینتون میگه طرف مثلا 1 میلیارد دلار سر خلق الله کلا گذاشته. پولای مردم رو کلا کشیده. یا نه، از یه بیزنس فاسدی پولدار شده. بعد میاد مثلا یه چک 1 میلیون دلاری رو میره توی حالا خیریه یه تشکیلات، یه چک 1 میلیون دلاری کمک میکنه. اونم با چه بوق و کرنای عظیمی. میگه اولا یه بخش بزرگی از همین پول صرف این میشه که به همه اطلاع بدن که ایشون اومده کمک داره میکنه. بعدش هم میگه اون قسمت باقی مانده‌اش که واقعا قراره به اون تشکیلات کمک بشه، میگه آورده اون پوله برای کمک کننده خیلی خیلی بیشتر از پولی که اجیبش داده. در واقع یه مرچندایز اتفاق افتاده، یه تجارتی اتفاق افتاده به قول طالب. و این رو طالب معادل همون سیمونی میدونه که تو قرون وسطا شکل میگرفت.
در نهایت طالب فصل رو تموم میکنه با دعوت به شجاعت. میگه اگر ما میخواهیم که در واقع شکلی از فضیلت داشته باشیم، باید این کاریج یا این شجاعت رو داشته باشیم که حتی اگر بده بشیم، یعنی شکلی از فضیلت داشته باشیم که حتی حاضر باشیم فحشمون بدن، نه اینکه دنبال منفعت و دنبال طلب در واقع تایید دیگران باشیم تو فضیلت ما. یه مثالی هم میاره از کتاب مقدس، از کتاب متیو، که میگه توش اگه دست راستت خواست کسی کمک کنه، باید جوری باشه که دست چپت هم متوجه نشه. اینجاست که در واقع میبینیم که ریشه این موضوع فضیلت فروشی و مخفیانه در واقع فضیلت کردن خیلی خیلی قدیم تر از کانت به کتاب مقدس برمیگرده. تو فرهنگ‌های شرقی هم، تو فرهنگ فارسی هم خیلی راجع به موضوع بحث شده، تو ادیان مختلف، ادیان اسلام و شرقی هم راجع بهش خیلی بحث شده. ما مثلا تو فارسی که میگن که شما اگر برای کسی کار خوبی کردی تو دجله بنداز، یعنی یه جایی بنداز که نه تنها دست کسی بهش نرسه که دست خودت هم بهش نرسه، و اون هم به نظر میرسه که اشاره به همین موضوع داره. این یه خوانش خیلی مختصری بود از فصل 13 کتاب اسکین این دی گیم از نسیم نیکولاس طالب، که توش طالب بحث‌های خیلی جالب و برخورد توجهی رو مطرح کرد. تو قسمت دوم این مجموعه من از یک زاویه دید کاملا متفاوت به موضوع نگاه میکنم و از شکل به شکل به نوعی بیولوژیک مثلا بررسی میکنم، که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره، اونجا هم همراهی کنید. از اینکه وقت گذاشتین و حرفای منو گوش دادین خیلی تشکر میکنم. ارادت.